سلام بابا. سلام بابا. بقیه کجا؟ مهنوش که خوابیده، مامانت هم تو اتاقه. خوابیده الان؟ بابا از مهران خبر داری؟ مهران چطور؟ سلام مادر. سلام. عباد از اصلا هی میگه دلم داره شور میزنه. چی شور میزنه؟ بابا هر چی شمارشو میگیرم خاموشه. حالا چی کارش دارین؟ نه کار خاصی ندارم، میخوام حالشو بپرسم. وا بمونن این موبایلا. تا وقتی نبود مردم همه راحت تر بودن. الان وقتی میگیری و جواب نمیده، آدم اصلا دلش شور میزنه، دلش هزار تا راه میره. امروز دیدیش بابا؟ آره با سیاوشینا بود. راستی گفت من یه دو سه شب میخوام خونه سیاوشینا بمونم، گفت به شما بگم نگرانش نشی. برای چی میخواد بره خونه سیاوشینا بمونه؟ اون بچه که نیست، 25 سالشه، دوستاشون میخوان با هم دور هم باشن. مطمئنی بچه نیست؟ واسه چی موبایلشو خاموش کرده حالا؟ چه میدونم، شاید شارژش تموم شده. برو بشین واسه یه چای بیارم. حلالزاده ما. خسته نباشی. ممنون مامان جان. قربونتون برم بابا. سلام مامان جون. صبح بخیر. چرا صبح اومدی مادر؟ دو تا عمل پشت سر هم داشتم، دیدم نمیارزه بیام خونه. ولی سر رو براتون کله پاچه گرفتم. تشریف بیاریم. بفرمایید. بفرمایید بابا. خدا حفظت کنه دختر. من شما کاری نکردم. آخه. مامان شما چای رو ببرید، من بقیه وسایل رو. قربون دستت. سلام علیکم مامانی. خوب خوش شده سر حال. سلام جوش. باورت میشه انقدر بهش وابسته شدم نمیتونم تو بیمارستان بمونم. آخی. دست شما درد نکنه مامان جان. میخوای جایی بری؟ آره با یکی قرار دارم، باید ببینمش. پرستو دکمتو اشتباه بستی. چی شده؟ چی شده؟ چرا اینجوری؟ چجوری هم؟ با زنمو طرف زدی؟ آره. خب چی گفت؟ بعضم بهت میگم. خب الان بگو دیگه. پرستو یه چیزی بگم هول نکنی ها. وای تو رو خدا مهدی، چی شده؟ مهران افتاده زندان. چی؟ برای چی؟ نمیدونم، یه سری کارهای احمقانه میکنه، اصلا با آدم مشورت نمیکنه. مگه چی کار کرده؟ میخواست وام غیرقانونی بگیره، کپی سند کارگر رو داده بانک، امضای منم جعل کرده. دیشب رفتم خونه بابا اینو میخواستم بهشون بگم ولی نتونستم. خوب کردی. بنده خدا این روزا چقدر بد میارم. من دارم میرم کلانتری. نذاری کسی بفهمه. به عمه هما هم بگو باد بیاد. نه لازم نیست. خوب یکی باد باشه که بهتره تو تنها بری. روم نمیشه بهش بگم. خب بشه خودشون چی فکر میکنم میگن اینا تو اومدن این طرف رو نوبتی دارن میرن زندان. وا این چه حرفیه؟ آره دیگه اون دفعه من رفتم زندان، الانم مهران داره میره. این شلوار من کجاست پرستو؟ اوتو کردم گذاشتم لبه تخت. فعلا تو به کسی چیزی نگو خب؟ شاید امروز بتونم یه جوری بیارمش بیرون. خودشم دیدی؟ نه نذاشتم. چرا؟ موضوع ساده نیستا. دارم برش پرونده کلاهبرداری درست میکنم.
رفتی اون طرف طوری رفتار نکنی که بفهمن اتفاقی افتاده. تو خیالت راحت باشه. فقط میگی تو خود اگه رفتی اونجا به من زنگ بزن، منو بی خبر نذاری. باشه. همون دیروز فرستادیمشون دادسرم. پدر آقای سعادت هم قبل از شما اینجا بود. اون بنده خدا هم سند آورده بود که بچه‌شو از اینجا ببره بیرون. انگار یه جوری همه پدر مادرها درگیر بچه‌هاشونن. بله. شما هنوز بابا نشده گرفتار شدین؟ چرام سرنگ؟ حتما باید سند بذاریم تا آزادش کنن. رو دادسرا ببین برای چه وثیقه‌ای تعیین می‌کنه. هنوز که زندان نرفته. نمیدونم. همین دیروز بعد از ظهر فرستادیمشون دادسرا. گفتم که راستی ده تومن رازندی چی شد؟ میدونی کی از ما جنس گرفته؟ دیگه الان باید معایده چکش رسیده باشه. اونجا نوشتم براتون. چکش اول ما سررسید شد. اما نتونست پاس کنه. یعنی چی نتونست؟ جنس و چکی از ما میگیره. نقدی میبره میفروشه. سودش هم میبره. پول ما رو نمیده. بهش زنگ زدم. خیلی از ناله کرد. گفت یه ما دیگه بهم وقت بدین. غلط کرد. اینا همشو موقع پول دادنشون که میرسه به موش مردگی میزنن خودشونو. آقا نگری. من نمیدونم. شما وقتی ما به این نفر بدهکاری این تا یه خورده هارت و پورت میکنه چکشو پاس میکنی، موقع طلب اون که میشه یه ما فرجه میدی؟ میخوایم فردا چکشو برگشت بزنم؟ بله آقا جون، سوال نداره، برگشت بزنید. چشم، حتما. بله. بگو نمیتونم صحبت کنم. آقای نیری، قربونت برم. میدونی که من گرفتارم. مگه خودت نگفتی سر برج برسه حقوق کارمنده و ویزیتورها هم نمیتونیم بدیم؟ بله درست. تو رو جون بچت بیوف طلبای منو جمع کن. بی برو برگرد. چشم حتما. چشم. بله. میگن اگه لازمه حضوراً بیان خدمتتون. واسش کن. همین الان برو زنگ بزن به رازندی. بگو ما فردا چکتو میبریم بانک. پول نداشته باشی برگشت میزنیم. گوشی جلب تو میگیریم. هیچ جورم کوتا نیا. باشه چشم. چشم. الو. گوشی. باز چی زنگ میزنی اینجا؟ برای اینکه تو یا جواب نمیدی یا ریجکت میکنی. باز چی جوابتو بدم؟ من و شما دیگه با هم دیگه کاری نداریم. من اصلا نمیشناسم دیگه تو رو. آره کاری با هم نداریم. فقط این صابخونه زنگ زده. میگه که باید حتما بیای پشت قولنامه رو امضا کنی تا منتقلش کنم به من. قصه جدیدته ها؟ ببین من هیچ قصه ای با تو ندارم. دختر صابخونه زنگ زده. میگه اگه تو اجاره نامه رو به نام من نکنی من حتی پول پیشم نمیتونم از اینجا بگیرم وقتی میخوام پاشم. میفهمی؟ خیلی خوب. حالا هر موقع موعدش رسید من پول میگیرم مینزم جلوت. نه خیر بیخود، من همین الان پولمو میخوام. همشون بیان اونجا ازت امضا بگیرن. تو غلط میکنی. ببین درست حرف بزنم، منم میتونم استو حرف بزنم. الان میگم پاشم بیان اینجا، تو هم میای اینجا امضا میکنی، بعد تو رو به شر، من به سلامت. بگو یه ساعت دیگه بیام. فقط حواست باشه، من به اینو دارم میگم که تو داری میری یه سفر طولانی خارج از کشور. میخوای این پول به نام من باشه که خیالت راحت بشه. فهمیدی؟ یه کاری کن نفهمن ما از هم جدا شدیم. باشه. میام اونجا قربون صدقتم میرم. لازم نکرده. ببین من دوست ندارم اینجا کسی بفهمه که من مجردم. اگه بفهمم ممکنه خود صابخونه هم بهم بگه که اینجا رو خالی کنم. فراد حواستو جمع کن، فهمیدی؟ اون پاکتی که دیروز بهتون دادم ها بدین خودم میبرم. دادم پیک بردش. Thank you.
سلام. چی شد؟ پاکت رو بردی رسوندی؟ نه بابا، دو سه جا دیگه واسه می‌رفتم، هنوز نبرده. پس کی میبری؟ فانی همین الان اومد شرکت سراغش رو گرفت. میبرم. از اینجا برم بیرون میرم اونجا. آقا اصلا زود باش تو رو خدا، خودش داره میره همونجا، تا نرسیده ببر برسون. باشا باشا، تو ناراحت نشو میبره. چی کار کنم از دست این؟ چی شده؟ آدم بدبخت همیشه بدبخته. باز چی شده؟ یه پاکت دادم دستش ببره برسونه، معلوم نیست کجاست. کیو میگی؟ اصلا شوهر خواهرم. مگه تو پیک کار میکنه؟ خود خاک تو سرم به خانم خیری رو انداختم که تو پیکش بهش کار بده. به من نگفته بودی؟ قرار شد وقتی میاد اینجا آشنایی نده که مثلا برای من مشکلی پیش نیاد. میبره دیگه. یکی نیست به من میگه آخه دختر تو خرید نفهمی، واسه چی بی خودی خودتو تو درد سر میندازی؟ تو همیشه باید حرص بخوری؟ اگه زنگ بزنه بگه نرسیده چی بهش بگه؟ ول کن بابا، پیکا همینطوری هست، 10 تا پاکتو میگیرن به ترتیب باید برسونن. تو همیشه داستان درست میکنی. پاشو پاشو بریم، میخواد بره. برو، من میام. پاشو دیگه. آخه من چیزی لازم ندارم، برو. عطرش نصف قیمت میده ها. بفهمی. اول بده من بخونم. بابا جون همون چیزی که گفتی. باشه. میخوام ببینم تو این نام رقم اشتباه نوشته نشده باشه. ببخشید. هرش بای قابل جبرانه. والا عجله نیست. نه خواهش میکنم. چایی میخواییم براتون بیارم؟ زحمت میشه. چه زحمت. فرار جان، برای شما هم چایی بیارم؟ نه، قربون دستت. خدا نکنه. بله؟ سلام، لطفاً بفرمایید طبقه دوم. سلام خانم. سلام. این مال شماست. دستون درد نکنه. اینجا هم یه امضاش بکنه. دستون درد نکنه. صبح بهتون پاکت رو تحویل دادم. الان میاری؟ سلام آقا. امروز کار دستم زیاد بود. یه جا گیر کردم. ببخشید. من برم خودکار بگیرم. نه. اب نداره. میگیرم. ببخشید. فراد جان خودکار داری؟ بله عزیزم، بفرمایید. ممنون عزیزم. خدمت شما. دست شما درد. آقا بازم ببخشید دیر شد. بفرمایید. الو، دادمش. هنر کردی. ساعت 11. رئیست هم بود. چی؟ میگم رئیست هم اینجا بود. تو رو دید؟ آره بابا، هم سلام علیکم کردی. خاک تو سرم. چه خبرت؟ اونجا نمیشتس آخه. چرا اینقدر دیر رفتی؟ الان میاد قرشو سر من میزنه. قرشو سر خودم زد. میگم زنش چقدر خوش جب. زنش نیست. زن فانی طلبکاره. خب نمیشه زن از شوهرش طلبکار باشه. اصلا کل و مجمعین همیشه چه زن از شوهرشون طلبکارن. چرت و پرت نگو اصلا. خونه آقای فانی اصلا اونجا نیست. پا اگه خونش اینجا نیست حتما این خونه دومشه. اینم واسه زن دومش باشه. بی خود حرف نزن.
حرف بی خود چیه؟ جونم و قربونت برم بود که ره به ره به هم میگفتن. اگه اینجا خونش نی پهت میداره هرز میپره. تو هم برو با آبجیت بگو اگه منو زیاد اذیت کنه آخر عاقبتش همینه ها. کاری نداری؟ نه خدافز. یارت اگر داری اگر ای خبر وای من. درس خوندن تموم شد لیلا جون. نهار بخوریم مادر؟ بخوریم. عزیزم پس یه سفره رو پهن کن. میخوایی برات چند تا تخم مرغ نیمرو کنم؟ نه مامان جون بیا همین خوبه. گوش که نداره. باید بخوری که جون بگیری درس بتونی بخونی. اشکال نداره. بذارم چند تا تخم مرغ برات بخرم. اشکال نداره مادر. همین استانبولی خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم. بیا. وا بمونه. اصلا یادم رفت تخم مرغ بگیرم. اشکال نداره. خانم فاطمی بهت نگفت که برای چی من اومده بودم مدرسه‌ت؟ نه خدا رو شکر درسم خوبه وگرنه الان باید میترسیدم. پول میخواستم؟ نه بابا یکی اومده بود که منو ببینه. کی؟ پسر عمو محسنت. اه کدومشون؟ مهدی. چی شده که بعد از این همه سال یهو یاد ما افتادن؟ اون بنده خدا همیشه به یاد ما بودن. بابا رو کار داشت؟ نه. پس چی کار داشت؟ میدونست بابا پیش ما نیست؟ ماما چی؟ تو چه فکری هستی؟ هیچ. میگم میدونست بابا پیش ما نیست؟ آره همه چیو میدونست. یعنی مشکلش هم میدونست؟ چطوری فهمیده؟ خانم فاطمی بهش گفته؟ نه دوستای بابا بهش گفتن. خیلی ناراحت بود. میگفت برای چی از ما قایم کردی؟ میگفتی خودش گفته نمیخواد کسی بدونه. گفتین الان هم نمیدونیم کجاست؟ آره ولی فکر کنم بیشتر میخوان تو رو ببینن. برای چی؟ برای چی نداره؟ مادر بالاخره فامیلتن. ولی شما که خیلی مخالف بودیم باهاشون رفت آمد کنیم. این فقط برای قولی بود که به بابات داده بودم. الان که دیگه خانوادش فهمیدن اعتیاد داره مخالفتی ندارم. شاید تو بخوای فامیلای پدرتو ببینی. تو الان برای خودت خانومی شدی. خودت باید برای خودت تصمیم بگیری. ولی به نظر من اصلا کار درستی نیست. این همه مدت نرفتم. حالا واسه چی باید برم؟ وقتی یه مدت طولانی یکی رو نمیبینی نمیشه به عنوان فامیل قبولش کرد. میشه مامان؟ چی بگم؟ برای همین فکر میکنم اشتباه کردم. از وقتی که پسرمو تو دیدم برای خودش مردی شده به این فکر افتادم که چقدر اشتباه کردم. به خواسته حرف پدرت خودم قایم کردم. هرچی باشه اونا بهتر از غریبه ها میتونستن بهمون کمک کنن تا این همه سال گرفتار نباشی. بهش بگیم شاید بتونه بابا رو پیدا کنه. دلت براش تنگ شده؟ خیلی زیاد. من فقط به خاطر بابا میخوام دکتر شم. شاید بتونم کمکش کنم اعتیادش رو ترک کنه. مامان من هیچ وقت بهت نگفتم. همیشه احساسم قایم کردم ولی همه شبا به یاد بابا میخوابم. یاد اون روزایی میفتم که منو سوار موتور میکرد. میرفتیم بقالی. هرچی که میخواستم واسم میخرید. با خوشحالی اون شبا میخوابم. خیلی دوست دارم ببینمش. پسرم متهم قصد کرده که پیداش کنه. بگم بیاد. میخواد تو رو ببینه. شما چی میگی؟ خودت باید تصمیم بگیری. اونا فامیلای پدرت هستن. معلوم نیست که من تا کی زنده باشم. مامان دیگه اصلا نمیخوام چیزی بشنوم. ایشاله که حالا حالا باشم. من تا تو رو به جایی نرسونم هیچ جا نمیرم. هیچی مثل کس و کار آدم نمیشه. من نه خواهر داشتم نه برادر. تنها بودن سخته. شاید اگه تنها نبودم خیلی کارا میکردم.
اجازه ندارم سرنوشت تو رو مثل خودم بکنم. به هر حال شما بخوای منم میخوام، نخوایم من نمیخوام. قرار میذارم بیاد ببینیش. بله. سلام خانم. ببین یه ماشین برات آوردم، ما عروسک. تشریف میاریم پایین؟ بله الان میام. گرفتاری شدیم ما، خدا. سلام. سلام خانم، خوبی؟ این همون ماشین با کلاسی که قولشو بهتون داده بودم. چند هست؟ یه 80 تا ناقابل. چند تا کار کرده؟ کم 20 تا ناقابل. تونستی پولتو بگیری راستی؟ بله الحمدلله. ای وای خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم. پس حله نیست؟ بله عالیه. یه دو سه روزی با این ماشین یه چرخی بزن، اگه دوست داشتی معاملش میکنیم، اگه نه یکی دیگه برات پیدا میکنم. چیه نظرت؟ نه اینجوری که نمیشه. چرا نمیشه؟ سوار شو دوست داشتی؟ یه تک زنگ مدارک شما آماده میکنم. ها؟ آقای صوفی میشه لطف کنین ماشین رو بذارین تو پارکینگ؟ میترسین سوار شین؟ یکم. البته من فردا زنگ میزنم دوستم بیاد که تنها نباشه. اگه میخوره هندشی که نباید بترسی؟ بعد دلتو بزنی به دریا؟ با ترس کسی راننده نشده. الان هم یه نظری دارم، من میشینم کنارت، شما هم پشت فرمون، خودت ماشینو ببر تو پارکینگ. نه میترسم بزنمش به جایی. ترس از تصادف بدتره خانم. شما هم جای خواهر مایی، میخوای فرده 200 وقت بذاریم حسابی باش برونی که چم و خمش بیاد دستت؟ این هیچ فرقی به ماشینای دیگه نداره، فقط اوتوه. همینش سخته دیگه. نه بابا فکر میکنی سخته. حالا ببینم تا فردا چی میشه. الان میشه بی زحمت ماشین رو بذارین تو پارکینگ؟ پس شما برو بالا، من سویچ براتون میارم دم خونه. من اینجا منتظرتون میمونم. زندگی ما رو انداختیم، پسر بزرگ کردیم. خیر سر خدا قسم نمیخواستیم شما رو تو درد سر بندازیم. قرار بود خودمون سفته بدیم. معماریان گولمون زد. سیاوش بیا بریم. پدر خواهش میکنم شما برو سوار شو، من الان میام. از معماریان گولتون زد که امزه من جل کردیم آقا مهدی.
آقا از کار زندگی افتادیم. این همه تو زندگیم زحمت کشیدم یه دونه خونه داشتم، اونم بابت چک جناب علی رفته. از دست بره باید بریم تو کوچه چادر بزنیم. آخه مگه شهر هرده که از دست بره؟ کاری نکردم که خونه از دست بره. گفتم که بدونی. برادرته؟ بله. تا روز دادگاه باید زندان باشه. میخوای درش بیاری؟ حاجی اگه شما لطف کنین بله، چون نمیخوام فعلا پدر مادرم بفهمن. بالاخره که میفهمن. با این پرونده که برادر شما داره یه مدت حبسو که باید بکشه. چرا؟ اول اون 200 میلیونی که از وام برداشته بعد برگردونه به بانک. حاجی 200 میلیون برادر من برنداشته، اون کسی که وام برشون جور کرده اونو برداشته و فرار کرده. ببینید بانک پولو به برادر شما داده، از همونم پسش میگیره. شما اول اون 200 میلیون رو برگردونید، بعدم برید با سرپرستی بانک صحبت کنید و رضایتشو بگیرید. حالا اگه شاکی خصوصی نداشته باشه میشه مشکل خوری کم کنه. یعنی اگه ما 200 میلیون رو برگردونیم و رضایت بانک رو بگیریم برادر من آزاد میشه؟ نه آقا جون، گفتم مشکل کم میشه، نگفتم که حل میشه. به هر صورت ببینید به خاطر جعل امضا از جنبه عمومی جرمی که انجام داده یه مدت زندانی که به حال باید بره. سند داری بذاری براش؟ نه خیر. $800 میلیون باید وثیقه بیارید، یا سند ملکی یا چک بانکی. بعد از زندانم که بیاد بیرون نباید از تهران خارج بشه. هر روزم باید بره کلانتری محل خودشو معرفی کنه تا روز دادگاهش برسه. شما چی فکر کردی ها؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی با این اوضاع احوالی که من دارم الان باید بیافتم به حال کاری که تو کردی؟ میدونی پیش چند نفر گردن کش کردم که بتونم تو رو با وثیقه مالی از اون تو بیارم بیرون؟ مهران، تو رو خدا با من کمک نکن، کمک نکن. تو درد سرم درست نکن. خودش مگه من دلم می‌خواست اینطوری شه؟ آره دیگه. گفتی امضا جعل میکنم همه چی به خیر خوشی میگذره. تو بشو خود فکر کردی سر دولت و بانک و داشت تو کلا میذاری نه؟ کدوم کلا گذاشتم؟ بابا همه اینه گردن معماریانه، اون منو مجبور کرد. یادم نبود تو بچه هر که هر کاری ازت بخواد انجام میدی. ببخش اشتباه کردم. حالا هم غیر از گفتن شرمندم هیچ حرفی ندارم. مرد حسابی 800 میلیون ما به خاطر کاری که تو کردی الان اونجا گیره، واسه اینکه تو آزاد باشی. اون وقت تو میگی من شرمنده، فقط همین. من معماریانو پیدا میکنم، اون پولم از حلقومش میکشم بیرون. مهران، مهران، موضوع فقط پول نیست. به غیر از جعل امضا، به خاطر ارائه سند قلابی به بانک دارم برات پرونده کلاهبرداری درست میکنم. قاضی میگه به خاطر کاری که کردی باید بیفتی زندان، میفهمی؟ کدوم سند قلابی؟ اینا به من چه ربطی داره؟ با معماریان با رفیقاش سند از بانک کشیده بیرون. کوش، معماریان کوش. از وقتی 200 میلیون گرفته آب شده رفته تو زمین، وقت تو میخوای معماریان پیدا کنی؟ سرباز. آره من پیدا شدم. مهران تو رو خدا بیدار شد، تو رو خدا بیدار شد قبل از اینکه کار به جای باریک بکشی. اصلا اومدیم تو معماری رو پیدا کردی 20 میلیون ازش گرفتی. با جواب جعل امضا کنه برداری چی کنم؟ داداش من که نمیخواستم اینطوری شه. منم خواستم این هر جوونه دیگه وام بگیرم، زندگیمو راه بندازم، زندگی میفته رو غلطه. اون معماری هم باید پیدا شه، همه این ضرر و زیانا رو بده. اون باید بیاد بگه که من مقصر نبودم. اون اگه بزنه من برم زندان به خدا پیدا میکنم میکشمش. بابا بالا دیگه دیگه برای خودت من درسه درست نکن. آخه دردسر چی؟ بالاخره باید اون پیدا شه دیگه. پیدا نشه من بدبخت شدم، همه چی میافته گردنم. ولی مقصر اصلی خود معماریانه دیگه بابا. هر شب اومدم به بابا بگم، دیدم انقدر حالش بده هر لحظه ممکنه سکته کنه، پشیمون شده. مهران اعتبار خانواده اون، آبرون، کل پولمون الان اینجا گیره، میفهمی؟ بذار قانون کار خودش رو انجام بده، بذار مسیر خودش بره، دخالت نکن. الو آج آقا سلام عرشون. بله شرمندم من، به خدا ببخشید. بله بله بله. نه شما یه دو سه ساعت به من فرصت بده خالیش میکنم. بله بله تشریف بیاری. چشم، بازم عذرخواهی میکنم. خداحافظ. داداش اگه میشه شما برو، من یه مقدار حالم خوب نیستش، میخوام از راه برم. تو رفتن روز واسه یه وقتیه، الان بعد بریم برای شارچی اتاق خالی بکنیم به کمک تو. احتیاج بریم.
آقا مهدی، آقا مهدی جونم، کلید در حیاتو بدم بهشون؟ نه احمد آقا، فقط کلید همون اتاقه رو بهشون بده، اونم بده به خود آقای شالچی. باش احمد آقا، چای داریم؟ بله. زحمت شو میکشی؟ چش. شما هم آقا مهران چای میل داریم؟ احمد آقا اگه زحمتی نیست بگم ببینیم مسکنی چیزی پیدا میکنم، من سرم خیلی درد میکنه، با یه لیوان آب برام بیار لطفا. باشه چش. آقا پسر با فکر خیلی هیچی درسته میشه. من امروز میرم بونگا سعید، اینا بالاخره باید آدرس این معماریانو توت قولنامه نوشته باشه دیگه. میرم پیش خودت چی فکر کردی؟ واقعا فکر کردی من بیکار نشستم؟ من رفتم بونگا با سعید حرف زدم، میگه اصلا به ما ربطی نداره، اومدن اینجا قولنامه نوشتم، بعدم هم خریدار هم فروشنده در رضایت کامل قولنامه رو باطل کردم. میگه ما ربطی نداره. آره غلط کرده، من پای همه‌شون رو می‌کشم. اصلا مگه شهر ارت خوششون رو می‌کشن که همه چیو بندازن گردن من؟ که چی بشه ها؟ که چی بشه مهران؟ ببینم کی امضا جر کرده؟ سعی؟ معماریان؟ تو فقط بگو امضا جر نشده. یعنی دروغ بگم ها؟ میتی اینا دارن همه‌شون خودشون رو می‌کشن کنار، همه چیو میندازن گردن من. من نمیذارم کسی کلامو برداره. آخه من نمیذارم کسی کلامو برداره. مهران جان آخه برای چی بعد از اول با یه سری کلا بردار بگری که کلاتو بردارن ها؟ برای چی؟ برو خدا رو شکر کن، برو خدا رو شکر کن قبل از اینکه بیشتر تو دردسر بیفتی همه چی رو شد. نه دنبال سعید بگه نه دنبال معماریان. بذار قانون کار خودشو بکنه. بذار قضیه رو همونجوری که باید بهش رسیدگی بکنه. معماریان که پیداش میکنم. بالاخره با باشه دیگه، نمیشه که نباشه که، آب نشده بره تو زمین که. امامونم این سعید چرا به من دروغ میگه؟ چرا؟ ساده است، نمیخواد پای بونگا کشیده بشه وسط. نمیخواد پای بونگاش وسط کشیده شه، یه جوری پای بونگاشون رو وسط میکنه. بیجا میکنی بینم بابا تو هم. هی پای اینو بکشم وسط، پای اونم بکشم وسط، اونم یکی لنگه خوده، اونم از اعتماد پدری سوء استفاده کرد، این تو که از اعتماد من سوء استفاده کردی. فکر میکنی چی میشه؟ از جرم تو سبکتر میشه اگه پای اون بیاد وسط؟ نه برادر من، جواز کسب اون پدر بدبختشو باطل میکنن، یه خانواده از نون خوردن میفته، میفهمی؟ رکب خوردم، بد جور ازشون رکب خوردم، نامردارو. برو خدا رو شکر کن مهران، برو خدا رو شکر کن قبل از اینکه کل پول بره هوا اونا فهمیدن. من نمیدونم خدا چرا کارهای منو راستوریست نمیکنه آخه. ببینم برادر من، اگه وام جور میشد نصفشو این هپلی هپا میکرد، نصفشو اون معماریان بالا میکشید، و خدا کارتو راست و ریس کرده بود. مهران جون برادر من، راست و ریس شدن کار از نظر تو با راست و ریس شدن کار از طرف خدا دوتا چیز متفاوته، اینو بفهم. بیا ببینم به این آبا بگی بخور، دست داری نکنم. آقا مهران شما چای میل نداری؟ مهران جان من واسه اینکه ماما اینو نگران نشم گفتم این دوسته شب تو خونه سیاوش بودی، واسه اینکه بی خود فکر و خیال نکنه یکی از این اتاقها رو خالی کن، کلیدشو بده به احمد آقا، میخوان اسب و اساسی بیارن. مهران ببینمت، درستش میکنم، نگران نباش. خداحافظ. روزی 500,000 تومان؟ بله، تازه از 700 شروع کرد به 500 راضی شد. عجب گردنگیریه این ادیب. میگفت 85 میلیون جریمهش کرد. راست و دروغشو نمیدونم، اما بالاخره باید یه جوری این پولو در بیاره دیگه. روزی 500,000 تومان ماهش میکنه 15 میلیون تومان. مگه میخوای جنسا رو یه ما بذاری تو انبار بمونه؟ نه، ولی پول زوره والا. اگه جنسات گیر مامورا بیفته بیشتر بهت زور میاد. زودتر یه پول بده من این طراح شبنما بگیرم، جنسا رو خورد خورد رد کنیم بره دیگه. پولم کجا بود؟
فعلا که پول شده جن و ما شدیم بسم الله. با این فرهمند چی کار کردی؟ همون کاری که گفتی رو انجام دادم. بهش گفتم قولنامه رو گم کردم، چکم ازش نگرفتم. یه سیاه‌بازی واسه شما دادم، پول ریخ به حساب. پس پولو گرفتی؟ آره. ولی همش خرج شد. خرج چی شد؟ نپرس جلال. ولی به جون تو واجب بود. چی از این واجب تر که انبار شهریه رو بگی و جنسات از خطر در ببری؟ مرد حسابی. ببینم اصلا تو چه خرج واجب 200 میلیونی داشتی که من ازش بیخبر بودم؟ یه هویی پیش اومد. ببین فرهاد، ما داریم با هم کار میکنیم. اگه قرار باشه با هم رو راست نباشیم و زیر رو بکشیم، به هیچ جا نمیرسیم. من باهات رو راستم جلال. پس بگو 200 میلیون رو خرج چی کردی؟ خرج حفظ زندگیم. یا باید قید زندگیمو میزدم یا قید اون 200 میلیون. یه جوری حرف بزن که من بفهمم چی میگی. آقا جون، سحر پاشو گذاشته بود بیخ خرخرم، داشت پتو بودم و جلو شایسته میریخ رو آب، اومده بود در خونم، بهش باج دادی؟ تو چقدر ببویی فرهاد، 200 میلیون رو بی زبون دادی بهش رفت؟ نمیدادم زندگی رو دستم میرفت. جون جلال راست میگی؟ به جون تو، به جون بچم. تو نوبری فرهاد، نوبر. اینجوری دیگه همه چی رفته رو هوا. جنسا باید انقدر تو گاراژ ادیب بمونه تا پلیسا برن سر وقتش. باید 15 میلیون هم باید بریزی تو جیب ادیب. تو عقل نداری فرهاد، اینجات خرابه. با این حرفا 200 میلیون بر نمیگرده جلال، انقدر جوش نزن. انقدر پول مونده برات که بدی تر شبنما رو بگیرم جنسا رو خورد خود رد کنم بره؟ خالیه خالیم. سر ما حقوق کارمندارم ندارم بدم. پس یه را بیشتر نیست. فلهی بدیم اسدی بره. اصلا حرفشم نزن. از اسدی رنتر خود نامردشه. همچین بزخری میکنه تایش هیچی برای خودمون نمیمونه. با این گندی که تو زدی فرهاد جان، دیگه باید قید سود کردن رو بزنیم. یعنی راه دیگه نداریم. حالا دیگه اصل سرمایت هم برگرده، باید کلاتو بندازی هوا. من پول جور میکنم. از کجا؟ چرا علکی حرف میزنی؟ از فرهمند میگیرم، همونجوری که خودت گفتی. اول با زبون خوش، اگه نداد تهدید به شکایتش میکنم، نداد میکشمش دادگاه. دل خوشی داری یا فرهاد؟ تا دادگاه بخواد حکم بده و تو به پول برسی، کار از کار گذشته. به اونجاها نمیکشه. اینا از این خانواده آبرومندان، اگه بفهمن پسرشون قرار به جرم کلاهبرداری بیفته زندان، هر جور شده رضایت منو میگیرن. اینا همش قصه است فرهاد. فرهمند به این سادگی به تو باج نمیده. مجبوره بده. ملک منو فروخته، مدرک دارم. یه ملکو فروخته به دو نفر. من که میگم جنسا رو تو گیر مامورانه افتاده، زیر قیمت هم که شده بده به اسدی بره. اینجوری حداقل از مایه ضرر نمیکنی. اینقدر ساز مخالف نزن جلال. من همه سرمایه زندگیمو گذاشتم تو این کار، تا خرخره زیر نزولم. این همه بدبختی کشیدم که زندگیم زیر و رو بشه. هیچ جوری هم حاضر نیستم سود مفتو بردارم بدم به یه اسدی نامرد بخوره برگردم سر پله اولم. مطمئن باش من یه پول حسابی از فرهمند میگیرم، کم زهرمو بشیخته باشم، هم از این مخمصه نجات پیدا کنه. تو مایه شرمندگی همه مردی. چطوری غیرتت قبول کرد بذاری یه زن اینجوری تیغت بزنه؟ اصلا از کجا معلوم پولش ترکشید دوباره نیاد سر وقته؟ گفتم بهش اگه این دفعه سر کلش پیدا بشه میخوشمش. بی برو برگرد. از تو از دستم